بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید از درگیری امروز نیروهای مرزبانی ایران با طالبان که قصد ورود به کشور رو داشتند برخی از مقامات پیشین طالبان اومدن حرف و حدیث های عجیب و غریب زدن و ایران رو دوباره تهدید کردن خب این درگیری ها از صبح ادامه داشت تا بعد از ظهر بعد از ظهر نیروهای نظامی ایران وارد عمل میشن که توی تصویر دارید میبینید تصاویری از پرواز بالگردهای هوا نیروز که برخی منابع میگن که پهبادهای شناسایی هم بلند شدن و اتفاقاتی داره میفته حتی برخی مدعی شدن که مقامات نیروهای مسلح ایران جلسه فوری گذاشتن که ببینن با طالبان باید به چه صورت برخورد بشه که حالا اینا تایید نشده اما طالبان ادعا کرده بودن که بله نیروهای زیادی از ایران رو کشتن اما فرماندهی فراجا اعلام کرده که یک نفر از مرزبانان ایرانی شهید شده اما تلفات بسیار سنگین رو به نیروهای طالبان وارد کردند دوازده نفر طبق ادعای تلویزیون ملی افغانستان از طالبان کشته شده 36 نفر هم زخمی شده اما بریم این توییت رو که از سخنگوی وزارت داخله یا همون وزارت کشور طالبان حالا طالبان رو ما به رسمیت نمیشناسیم منظورمون همون افغانستان هست اما خب حالا طالبان به ناحق و به زور اومده این مسند رو به دست گرفته با همکاری آمریکایی ها و استکبار غربی که به اینها داره پول میده گردنشون کلف شده و هر روز دارن گردن کشی میکنن اینجا گفته که امروز در مربوطات ولایت نیمروز نیروهای سرحدی ایرانی به طرف افغانستان شلیک کردند که با واکنش متقابل مواجه شدند در جریان نبرد از هر دو طرف یک فرد کشته و تعدادی هم زخمی شدن که البته تا اینجا یه دروغ میگه این عکس دو تا از نفل شده های طالبان هست اما ادامش هم گوش بدید یه موضوع به بزرگان هر دو طرف رسیده و اکنون وضعیت تحت کنترل می باشد امارت اسلامی یعنی منظورش همون طالبان باطلان هست خواهان نبرد با همسایه نیست آره هر باشه الان بهتون نشون میدم اینا اصلا کلا ذاتن انگار با دروغ بزرگ شدن یادتونه تو بحث حقابه میگفتن آبی پشت صد نیست اینو یک کاربر افغانستانی منتشر کرده نوشته پس از بالا گرفتن بحث حقابه ایران از رود هلمند فرماندهان طالبان تلاش میکنن به نزدیکترین بند ممکن سر بزنند و عکس یادگاری بگیرند گروهی از اعضای باطلان البته ایشون نوشته طالبان ما میگیم باطلان در بند سرده در غزنه دقت کردید این آبو ببینید گفتن آب وجود نداره اینا رسما اصلا با دروغ مهان کار رو پیش ببرن با گردنکشی و یاغیگری و اینها اما این بار دیگه کور خوندن با جمهوری اسلامی طرفا فکر کردم ما هم پاکستان و تاجیکستان و اینا ایم یعنی؟ نه اما میخوایم بریم یه کلیپ دیگه هم ببینیم من این کلیپ رو به شما نشون بدم برگردیم این رسوایی جدید طالبان رو با هم مرور بکنیم که اینها کجا سیر میکنن این سمت راست فیلمی هست که با افتخار منتشر کردن و اینجا پاسگاه مرزی ایرانه میبینید توی تصویر مشخصه پرچم ایران هم مشخصه به نزدیکی مرز ایران رسیدن به پاسکا حجوم آوردن با عدواتشون شلیک کردن بعد میگن ایران شروع کرده این یه دروغ یه کلیپ دیگه هم میخوایم که اون خیلی واضح تره. دوباره به سمت راست دقت بکنید این ماشین ماشین طالبانه همون پاسگاه مرزی ببینید این فیلم آبرو برای طالبان نمیذاره رسواشون میکنه اینا با دروغ اونجا هم ایجاد بشه ایران وارد جنگ بشه و به اون اهدافشون برسن میبینید اینا طالبانی هستن که به اون پاسگاه مرزی حجوم آوردن جای تعجب برخی از دوستان افغانستانی ما به حمایت از طالبان با مباحث که اصلا خنده داره اومدن دفاع میکنن از چی دفاع میکنی؟ اینا دارن به مردم خودتون ظلم میکنن چون فکر کردی الان مثلا به اسم اینکه حاکمیت فعلی افغانستان طالبان است باید پشت حاکمیت بیستیم آقا شما مگه آزاداندیش نیستی این همه مردم افغانستان ناراضی هن. الان تو کامنت های ویدیو قبلی ببینید بالا دست راست درگیری طالبان با ایران که دو ساعت پیش منتشر کردیم برید کامنت ها رو بخونید این ویدیویی هست که دو سه ساعت پیش منتشر کردیم کامنت ها بخونید خیلی از دوستانی که افغانستانی هستن و عضو کانال هستن اینجا قشنگ اومدن نوشتن نوشتن آقا ما به عنوان یک افغانستانی اینا ها یه نمونش این به عنوان یک افغانستانی که از تکفیر طالب متنفرم با شما در این خصوص کاملا موافقم خیلی پیامهای زیادی میاد کامنت هایی که بچه ها حالا چه ایرانی ها چه افغانستانی دارن می نشون میده که آقا طالبان برحق نیست واقعا ما درست گفتیم باطلان طرف اومده برای من نوشته آقای دوست شما که اول میگفتید اینا جنبش اسید منطقه ام فلان گفتم هم. اولا که من همچی حرفی نزدم برنامه من الحمدلله تو یوتیوب هست بد نگاه بکنید از همون ابتدا من گفتم گفتم اینا باطلانن برادران داعشن هیچ فرقی با داعش ندارن چرا میاد دروغ میگید من برنامه ها مشخصه موازه مشخصه تو یوتیوب هم ذخیره شده همه میتونن برن ببینن من کی طالبان رسمی از شناختم حالا که این گردن کشی ها دستشون داده و اون هلیکوپترهای هوانیروز رو اینها اومدن تو منطقه به پرواز در اومدن اینا به جلیز ویلیز افتادن بر همینه که سخنگوشون سخنگوی وزارت کشورشون میاد میگه امارت اسلامی خواهان نبرد با همسایه نیست این رو برای مجامع بین المللی می نویسن که فردا اگر اتفاقی افتاد بگن آقا ببین ما گفتیم که خواهان جنگ نیستیم اما اونجا تو مرز دارن شیطنت میکنن کور خوندن من تو سه چهار تا برنامه اخیر و خصوصا برنامه آخری که منتشر کردیم گفتم گفتم جمهوری اسلامی دیگه عزمشو رو جزم کرده که برخورد قاطع تری داشته باشه با طالبان تا الان مماشات کرده تا الان کنار اومده به خاطر ملت مظلوم افغانستان به خاطر دوستان عزیز خواهران و برادران افغانستانی که در ایران مهمان ما هستن تو برنامه قبلی الان گفتم دیگه مرز رو بستن پل ابریشم که بسته بشه فاتحشونو بخونید بعد یه سری دوستان اومدن گفتن که آقا کریدور به مشکل میخوره کریدور شرق به غرب و فلان و جاده ابریشم اینجوری میشه اونجوری میشه جمهوری اسلامی گزینه های زیادی داره مهمترین مسئله کریدور شمال جنوب هست برای اینم ما راهکار داریم حالا شاید من توی برنامه دیگه مفصل بهش بپردازم اما هیچ نگرانی نداره ما نگرانیمون از این است که معیشت مرزنشینان دو کشور اونجا به مخاطره بیفته مگر نه طالبان کیلو چنده طالبانی که خیلی راحت دروغ میگه خیلی راحت به این طرف اومده به مرز تو حمله کرده تجاوز کنه به خاک تو بعد توپخونه ارتش هم به کار اومده یعنی علاوه بر مرزبانی فراجا توپخونه ارتش هم وارد عمل شده زده ترکونده شون بعد اینا ناراحت هم میگن چرا زدید خب تو اومدی نفوذ کنی به مرز یک کشور به خاک یک کشور میزنن دندوناتم هم خورد میکنن مثل بچه آدم زندگیتون رو بکنی جمهوری اسلامی که با شما کاری نداره اینا هم داره به تو محبت میکنه تازه این نمک نشناسی اینها برگرفته از اون جهالت که تو دو تا برنامه قبلتر گفتم از یک بیشعوری خاص اینا رنج میبرن خدا وکیلی برید پیدا کنید چهار تا آدم با سواد تو این طالبان پیدا کنید به من بگید جایزه بگیرید هر کس چهار نفر آدم حسابی تو طالبان پیدا کنه چهار تا زیاد نمیگم آنو میگم 10 تا صد تا چهار تا آدم حسابی پیدا کنه که اینا با سواد باشن با شعور باشن آداب دیپلماتیک رو بلد باشن حسن همجواری و همسایگی حالیشون بشه اگر پیدا کردید من ده میلیون جایزه میدم چهار تا آدم حسابی ها. پیدا نمیکنی نیست جمله معروف خیلی بالم یه گشتم نبود نگرد نیست نه واقعا همینن به نظر من جمهوری اسلامی در این مقطع تصمیم بسیار هوشمندانه ای خواهد گرفت یه نمونهش رو گفتم یکی از گزینه روی میز پیاده سازی شد پل ابریشم فعلا تا اطلاع ثانوی مسدود شد و این مرز مرز میلک خیلی حساسه برای اینا به نوعی میشه گفت بیشترین تجارت که داره تو منطقه جنوب افغانستان و جنوب غرب افغانستان انجام میشه تو همین ناحیه است و این نشون میده که براشون خیلی حساس خواهد بود خیلی دوبار خواهد بود میفهمن دوزاریش میفته که بابا با جمهوری اسلامی دیگه نمیشه کل کل کرد این جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی 40 سال 50 سال پیش نیست که مثلا قبل از شاه پهلوی بوده اومده زمین ها رو مفت داده رفته یه بخشایی از ایران رو بالاخره عروس کرده داده رفته دیگه از بحرین و شمال غرب و تو خود افغانستان و دیگه اون زمان نیست 44 سال اومده یک وجب خاکیشی نداده تو ماجرای پنج شهید مرزبانی که ویدیوش رو دارید بالا میبینید از سمت راست دومی پنج تا شهید چطوری شهید دادیم اینا اول اومدن گفتن آقا تسلیم شید گفتن ما تسلیم نمیشیم بستن به رگبار ما همچین جوانایی داریم تو این کشور با 85 میلیون ایرانی با غیرت در تو 4 روز نشده پنج تا شهید دادیم تو مرزبانی چی فکر کردید بعد خنده‌دار اینجاست میگن شما تسلیحات دارید موشک دارید پهپاد دارید فلان دارید ولی هیچی چی جنگ چریکی نمیشه بابا جنگ شهری نیست که بابا لامصب بی منطق جنگ شهری نیست که برید تو سوراخ سنبه مثلا فلان خونه و فلان کوچه و فلان پس کوچه قایم بشی که اگر کار به اونجا برسه که بنا باشه زد و خوردی بشه اون نقطه‌ای که باید زده بشه زده میشه دارم میگم نقطه نمیگم اون محله اون منطقه نقطه موشک های نقطه زن مثل همین خورم شهر شارک جدیدن رونمایی شد برای همین مواقع کاربرد داره بشینید ماستتون رو بخورید آره ماستتون رو بخورید خیلی ممنون که تا این تا این برنامه همراه من بودیم بالا که ویدیو کمک کنید یوتیوب رو به افراد بیشتری به نمایش تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا نگهدارتون